بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ای حضور آسمان در جان خاک، یا حسین ابن علی روحی فدا. موج ها هرچه تلاطم می کنند، پیش پایت خیش را گم می کنند. ای نماز عشق را تکبیر سرخ، آیت تطهیر را تفسیر سرخ. ای شکوه آفرینش ای یقین، آب روی مکتب و سالار دین. ای امام لاله های نینوا، آفتاب غرق خون در کربلا. ای جلال هرچه غیرت هرچه مرد، قوت بازوی قرآن در نبرد. قوس محرابم خم ابروی توست، قوس محرابم خم ابروی توست، خط انعمت علیهم کوی توست. آبها وقتی که طوفان می کنند، یاد آن لبهای عطشان می کنند. برادران و خواهران گرانقدر، بینندگان محترم، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. باعث افتخار بنده است که عمری بود و مجدداً در ماه محرم امسال در خدمت شما عزیزان و در خانه شما عزیزان مصدع اوقات گرامی شما هستم. امسال بحث رو انشاءالله بر این قرار دادیم که در مورد زیبایی های حماسه عاشورا با شما صحبت کنیم. دوستان می دانید که حماسه عاشورا بعد از 1400 سال امروزه هر روز و هر سال بیش از سال گذشته درخشانتر و تابانتر خودش رو نشون می ده. باید دلایل زیادی برای این مسئله باشه، چون می دانید ما در طول تاریخ تراژدی های زیادی داشتیم که افراد زیادی به قتل رسیدن، کشته شدن و غالبا هم به دست فراموشی سپرده شده این وقایع. ولی دلیل این که حماسه عاشورا هنوز زنده است و هنوز در قلب مسلمان ها و در قلب هر کسی که از این واقعه آگاه هست یا میشه زنده است و جاوید خواهد ماند، این حماسه تاریخی و عظیم مذهبی دارای دو جنبه است. یک جنبه تاریک و ظلمانی که قهرمانان این جنبه تاریک یزید، شمر، عبیدالله ابن زیاد و سعد ابن ابی وقاص هستند و یارانش، و یک جنبه درخشان و نورانی که امام حسین علیه السلام و یارانش، حضرت ابوالفضل العباس،
و خاندانش و حضرت زینب سلام الله علیها قهرمانهای اون جنبه نورانی هستند. ما بحث رو همینطور که خدمت عزیزان عرض کردم بر این قرار میدیم که این چند شبی رو که در خدمت دوستان هستیم اون نکته های زیبایی رو که این حماسه در برداشته با هم در میان بذاریم و اون همون چیزی است که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که بعد از دیدن اون همه داغ پرپر شدن عزیزان در پیش چشمانش و بعد از اون همه اسارت بر پشت شترهای بدون جهاز و آمدن به شهر شام زجرهایی که کشیدن وقتی که در دربار عبید الله ابن زیاد بودن، اون ملعون به ایشان گفت که دیدید در اون روز خداوند بر سر شما چه آورد و چه به چه بلایی گرفتار شدید؟ حضرت فرمودند که ما رأیت الا جمیلا، من هیچ چیزی به جز زیبایی در اون روز ندیدم. این نکته های زیبا که کمتر هم بهش پرداخته شده انشاءالله مورد بحث ما در این چند شب با شما عزیزان خواهد بود. ولی قبل از اینکه مبحث رو شروع کنیم، میدانید که دوستان امروزه این ویروس کرونا و بیماری کووید 19 جهان رو به خودش مشغول کرده و غالبا دولت ها رو به پای در آورده، از پای در آورده و درمانده کرده. سوالی که برای خیلی ها مطرح هست این هستش که خب اگر هر موضوعی در این جهان زیر نظر خداوند و به اذن و امر ایشان هست، چرا این بیماری باید با این شدت نه تنها یک کشور، نه تنها یک منطقه، بلکه تمام دنیا رو فرا بگیره؟ گاهن با افراد که صحبت میکنیم میگن که ما اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتیم. این داستان مثل داستانهایی است که در فیلمها و در اسطوره‌های قدیم یونان و در اساطیر و افسانه ها ازش صحبت میشده. چرا یک همچین مطلبی از جایی که اصلا انتظارش نمیرفت یک مرتبه پیدا شده؟ ما مسلمان ها مسلمن اینطور فکر نمی کنیم، به خاطر اینکه ما در کتاب آسمانی قرآن خداوند به ما وعده عذابی به این چنین یا عذابهایی از این قبیل رو خیلی روشن و واضح دادن که اگر مردم خدا رو فراموش کنن و ظلم جامعه رو فرا بگیره، خداوند عذاب خودش رو به بندگانش وارد میکنه. و جالب این استش که خداوند در مواقعی که در مورد عذاب چه بر اقوام گذشته چه در آیندگان که خبر اون رو خداوند در قرآن داده، خداوند میفرماید این عذاب من از جایی بر اونها نازل میشه که اصلا فکرش رو هم نمی کردن. من چند تا آیه خیلی زیبا رو از قرآن در مورد این خبری که خداوند در مورد عذاب این چنینی داده پیدا کردم که انشاءالله با دوستان در میان میذارم. یکی از اون آیه هایی که خیلی تکان دهنده هستش آیه است که خداوند در سوره مبارکه نحل اگر اشتباه نکنم هست که میفرمایند وقتی که در مورد اقوام گذشته، بله سوره مبارکه نحل آیه شماره 26، خداوند وقتی که در مورد اقوام گذشته که ظلم ها کردند و خدا رو نادیده گرفتند و شریک برای خداوند قرار دادن صحبت می‌فرماید، بعد در این آیه اونجا می‌فرماید همانها کسانی که پیش از آنها بودند، یعنی خداوند می‌فرماید من حتی به اونها هم
ورنینگ و این خبر رو دادم. چگونه با داستانهایی که از گذشتگان و اخباری که از گذشتگان برای اونها آمده بود، همانهایی که پیش از آنها بودند و مکر کردند، خدا به سراغشان آمد و از پایه بر بنیانشان زد و سقف‌ها را بر سرشان فرود آورد و عذاب را از آنجا که انتظارش را نداشتند بر آنان فرود آورد. یعنی اون قوم‌های گذشته، قوم نوح، قوم لوط و سایر اقوامی که خداوند از اونها در قرآن مجید یاد برده، اینها هم انتظار نداشتند که همچین اتفاقی براشون بیفته و خداوند این رو برای ما مسلمانها و یا برای همه مردم جهان میفرماید که شما هم باید مراقب باشید. اگر شما هم همون کارهایی که اون گذشتگان میکردند بکنید، همون عذاب رو بر سر شما فرود میآورن، چرا که سنت خدا تبدیل ناپذیره. پس مطلبی که بعضیا فکر میکنن که این عذاب عذابی بود که نباید میامد، نه، خیلی هم اتفاقا به موقع بود و به جا وارد شد. حالا عرض میکنم چرا و باید ما انتظارش رو داشتیم. چرا؟ چون که شما میبینید مثلا در قوم لوط، در قوم نوح، اینها هر کدامشون یک گناهی بینشون رایج بود و عذابی که براشون آمد فقط برای همون یک گناه رایجی که بینشون بود براشون نازل شد. ولی در جامعه امروز ما تمام مجموعه اون گناه ها به صورت یک عمل خیلی معمولی در آمده و همه هم تقریبا دارن قبول میکنن که خدا رو فراموش کردن، گناهان و فحشا و مطالب دیگه که دوستان در جریانش هستی، اینها عرضم به حضور مبارک شما که مشکلی نیستش و حالا برخلاف گفته خدا و پیغمبره، ولی اشکالی ما انجامش میدیم، ما خلافش رو انجام میدیم. بعد در سوره مبارکه رعد آیه شماره 31 در اواخر آیه خداوند میفرمایند کسانی که کافر شدند، خدا رو فراموش کردند، پیوسته به سزای آنچه کردند مصیبت کوبنده‌ای به آنان میرسد، یا نزدیک خانه هایشان این مصیبت ها فرود می آید. یعنی اگه به خود اون قوم، به خود اون کشور، به خود اون منطقه عذاب وارد نشه، به یک منطقه دیگری که اینها ازش باخبر میشن. و آری، خدا خلف وعده نمی کنه. یعنی بدانید من فرمایشی که خداوند در قرآن فرموده خلافش اتفاق نمیفته که خداوند بفرماید بله من عذاب رو میفرستم بعدم نفرسته. شما ببینید در همین یک سال گذشته چقدر جنایت در دنیا انجام شد، چه انسان‌های پاکی رو به ناحق به شهادت رسانده، در کشورهای مختلف چه جنایاتی داره اتفاق میفته، به مردم مظلوم و بیگناه در کشورهایی که فقیر هستن، در کشورهایی که قدرت دفاع ندارن، شما ببینید چه ظلم‌هایی داره میشه. بعد خداوند میفرماید برای همین من عذابم رو بر اونها وارد میکنم. چرا؟ که اینها درسی بگیرند از این عذاب. عذاب رو نزدیک خانه هاشون میفرستن که به خودشون هم صدمه ای نرسانه، ولی ببینند که خداوند اگر بخواهد میتواند قومی رو به طور کلی از بین ببره. شما ببینید در همین طول یک سال گذشته که این جنایات و ظلم ها بر جامعه بشری وارد می شد، خداوند چه گوشه هایی رو نشان داد. سیل، طوفان، آتش سوزی، زلزله، اینها همه عذاب هایی بود که خداوند برای درس دادن به مردم و متنبه کردن مردم براشون وارد کرد.
که شاید درسی بگیرن. و از همه جالبتر در سوره مبارکه نحل آیات 45 تا 47 خداوند می‌فرماید آیا کسانی که نقشه‌های بد می‌کشند از عذاب خدا در امان هستند؟ آیا فکر می‌کنند که عذاب خدا به اونها نمی‌رسه؟ چون اینها مثلا تکنولوژی دارن، اینها وسایل جنگی دارن، اینها قوی هستن، اینها فکر میکنن در امان هستن. حالا این برای همه صادقه. بعد از همه زیباتر خداوند در آیه شماره 47 میفرماید آیا مردم فکر میکنن از عذابی که آنها را در بیم و حراس نگه دارد در امان هستن؟ شما امروزه میبینید که تمام مردم جهان از این بیماری در بیم و حراس هستن، نگران هستن. ممکنه بیمار هم نباشن ولی نگرانش هستن. این وعده خداونده. بعد خداوند میفرماید خب چرا من این عذابها رو میفرستم؟ میفرماید چون خدای شما بسی رؤوف و مهربان است. در نگاه اول ممکنه این فکر پیش بیاد که خب خداوند اگر رؤوف و مهربان است چرا عذاب میفرسته؟ خداوند در آیات قبل عرض کردیم خدمت شما میفرماید من این عذاب رو میفرستم که درسی باشه برای شما، درسی باشه که به پوش بیاید، بیدار بشید و به سمت خدا بیاید. چون این بهتره که انسان در این دنیا به یک عذابی گرفتار بشه، بیدار بشه، به سمت خدا بره و پاک از این دنیا بره. اونجایی ظلم به حساب میاد که خداوند همینجوری عذابی نرسانه، درسی نده و بعد هم انسان اونجا دچار آتش جهنم بشه در اون دنیا. چون ما خداوند رو به عنوان مربی، به عنوان رب قبول داریم، یک مربی خوب باید هر جا که لازم باشه برای این که اون کسی که مورد تربیتش هست به هوش بیاد و به خود بیاد و کارهای صحیح انجام بده، باید هر نوع درسی رو، حالا این درس بشارت، نظارت باشه، باید به اونها بده. خداوند هم کار ربوبیت خودش رو به درستی انجام میده. سوالی که پیش میاد اینجا این هستش که خب تا اینجا همه قبول، ولی مردم مؤمنی که گناهی رو مرتکب نشدن و به خدا ایمان دارن، اونها چرا باید مورد این عذاب واقع بشن؟ بسیار سوال به جایی هم هستش. جوابش رو باید از خود قرآن بگیریم. اگر شما مراجعه کنید به سوره مبارکه انفال آیات 24 و 25، خیلی خداوند این رو روشن بیان میکنند. میفرمایند و از فتنه‌ای بترسید، از عذابی بترسید که تنها دامن ستمگران شما رو نمیگیرد و بدانید که خدا سخت کیفر است. یعنی خداوند میفرمایند من یک عذابهایی رو گاهی میفرستم که این تنها دامن ستمگران و ظالمان رو نمیگیره، دامن مؤمنان رو هم میگیره. گریبان مؤمنین و کسانی که به خدا اعتقاد دارند و فرمایشات پیغمبر رو انجام میدن، اونها رو هم گرفتار میکنه. حالا چرا؟ ببینید دوستان، خیلی از گناهان و ظلمها وقتی که در یک جامعه شیوع پیدا میکنه و رایج میشه، یکی از دلایلش سکوت مؤمنین هست. یک کار زشت ابتدا در خفا اتفاق میفته، بعد یواش یواش گوشه و کنار نمونه هایش آشکار میشه. اگر مؤمنین و اونهایی که میدانند چیزی نگن، این گناه روز به روز شیوع پیدا میکنه و بعد از مدتی به صورت یک کار کاملا عادی در بین یک جامعه رواج پیدا میکنه. پس اینجا مؤمنین مقصر هستند.
سکوت در مقابل گناه، انجام گناهی که داره رایج میشه و در جامعه داره شیوع پیدا میکنه، این خودش یک گناهه. خداوند در آیه قبلش میفرماید ای مؤمنان، یعنی خداوند این رو خطاب به مؤمنان میفرماید که بترسید از گناهی که، از بلایی، عذابی که فقط گریبان ستمکاران رو نمیگیره. میفرماید ای مؤمنان، ندای خدا و پیغمبر را آنگاه که شما را به پیامی حیات بخش میخوانند اجابت کنید. خب میفرمایند که اگر که شما اجابت نکنید، اگر خداوند میفرماید امر به معروف و نهی از منکر و شما اون رو فراموش کنید، من هم عذابم رو میفرستم و این عذاب تنها گریبان ستمکاران رو نخواهد گرفت، که ما امروز خیلی آشکار و واضح نمونش رو در جامعه میبینیم. خب دوستان، فکر میکنم که به اندازه کافی در این مورد صحبت شد. قرار بر این هست که ما بحث‌های این شب‌ها رو به مدت 15 تا 20 دقیقه بیشتر نداشته باشیم. دلیلش هم این هستش که با دوستانی که توی کار میدیا هستن صحبت کردم، گفتن در حوصله برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی بیشتر از 15 دقیقه تا 20 دقیقه نباید مطلب گنجاند، به خاطر اینکه خب مردم در منزل هستن و دیگه بعد از 15 دقیقه ممکنه حوصله‌شون سر بره و به کارهای دیگه توجه نکنن، به کارهای دیگه بپردازن. داستانی که دوستان در مسجد تشریف می آوردند و مدت یک ساعت دو ساعت می نشستن، اونجا به اصطلاح بهش میگن captured audience، یعنی اونجا شما گرفتار شده بودید ولی در منزل آزادید. فقط من مطلبی رو که از اولین درسی که قرار خدمت دوستان از داستان‌های عاشورا با هم در میان بذاریم، یک مطلب عنوانش رو طرح می‌کنم، انشاءالله مطلب رو فردا شب با هم ادامه میدیم. داستان از این قرار است که امام حسین علیه السلام و برادر بزرگوارشان حضرت ابوالفضل العباس در شب عاشورا در کنار خیمه نشسته بودند، صدای همهمه‌ای رو شنیدند. حضرت امام حسین علیه السلام به برادر بزرگوارشان فرمودند که برادر جان، شما بروید ببینید که این همهمه از کجا میاد و چرا میاد، داستان از چه قرار است. حضرت ابوالفضل العباس با چند نفر از یاران امام حسین سوار بر اسب میشن و به سمت صدا و همهمه میروند. وقتی که کمی جلوتر میرن میبینن که بله، لشکر ابن زیاد آماده حمله است و میگن که ما، خیلی لشکر ما آماده است که به کمپ شما به اصطلاح هجوم بیاره. حضرت ابوالفضل العباس به یارانشون میگن که شما اینجا باشید، با اینا صحبت کنید، اینها رو نصیحت کنید تا من خدمت امام برسم، داستان رو با ایشان در میان بذارم و بعد برمیگردم نتیجه رو خدمت شما میگم. ایشان خدمت حضرت تشریف آوردن، امام حسین فرمودند که برادر جان، شما پیش اینها برید، از اینها یک شب رو، امشب رو برای ما مهلت بگیرید، بعد بفرمایید که فردا حمله رو اگه میخوان شروع کنن فردا شروع کنن. حضرت برگشتن و جریان رو به سرداران لشکر دشمن گفتن امام حسین یک شب رو مهلت میخواد. بعد امام حسین هم برای اینکه بعدها نگن مردم که ایشان شاید ترسیده بود، بلافاصله فرمودن که شما میدانید که من عبادت و نماز و خواندن قرآن رو دوست دارم، میخوام امشب رو با خدای خودم راز و نیاز کنه. درس بزرگی در این یک جمله امام حسین و خواستن مهلت یک شب
برای ما مسلمان ها هست که چون از حوصله بحث امشب زمانش خارجه، انشاءالله این بحث رو من خدمت دوستان فردا شب ادامه میدم. ولی دوستان معمولاً علاقمند هستن این شعر زیبای با حسین و یا حسین رو من براشون بخونم که تقدیم میکنم به خدمت دوستان بزرگوارم و تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟ با حسین و یا حسین هر دو پرمعنا، ولی یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا؟ یا حسین ابراز عشق است و محبت در کلام، با حسین بودن فدای جان بود اندر قیام. یا حسین گفتن سرود عاشقان مفلس است، با حسین بودن مرام بندگان مخلص است. یا حسین گفتن نوشتار علمهای شماست، با حسین بودن علمداری در کربلاست. بر لب آب روان ناکام عطشان بودن است، آب از جام سراسر عشق کوثر خوردن است. یا حسین شیعیان ابراز احساس است و بس، با حسین ایثار جان مانند عباس است و بس. یا حسین با ولایت بوی تقوا می دهد، یا حسین در با حسین بودن معنا می دهد. یا حسین فهمیدن معنای نهی از منکر است، با حسین ای عاشقان ایفای نهی از منکر است. یا حسین گفتن یعنی گریه کردن بر حسین، با حسین بودن یعنی اقتدا کردن بر حسین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.